سلام، با 180 ثانیه دوشنبه 13 خرداد ماه ما رو همراهی کنید. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کشور به شدت انتقاد کرد. در روزهای اخیر تصویر بخشنامه ای از دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ایران و به تاریخ 6 خرداد ماه امسال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن به کارگیری پرسنل از اقلیت‌های دینی تحت هر عنوان در مهد کودک‌ها به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی را ممنوع اعلام کرده بود. شورای نگهبان دلایل ایراد خود به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را مسائل و مشکلات امنیتی در اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و در دادن پروانه اقامت به همسر زن اعلام کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که میشل آون رئیس جمهوری لبنان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است نزار زکا شهروند زندانی این کشور در تهران را آزاد کنند. خبرگزاری تسنیم از منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش کرده که خواسته رئیس جمهوری لبنان به احتمال قوی به زودی اجرایی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پیش از سفرش به لندن در صفحه توییتری خود نوشت خبرهایی از بمباران‌های وحشیانه علیه ادلب توسط روسیه، اسد و تا حدودی ایران می‌شنویم. این بمباران‌ها که هیچ گونه فرقی میان نظامی و غیر نظامی در مناطق مسکونی را قائل نمی‌شوند، بسیاری از غیر نظامیان بیگناه را به قتل می‌رسانند. جهان این قتل عام‌ها را مشاهده می‌کند. چه چیزی از این سلاخی‌ها حاصلتان می‌شود؟ این قتل عام را متوقف کنید. رسانه‌های کره شمالی تصویری از کیم یونگ چول، مذاکره کننده ارشد کره شمالی که هفته گذشته گزارش شده بود اعدام شده را در یک سالن کنسرت همراه با همسرش و نزدیک به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی منتشر کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است جمهوری اسلامی سالانه 700 میلیون دلار برای گروه حزب الله لبنان به شیوه های گوناگون کمک ارسال می کند. به گفته او وزارت امور خارجه ایران هر سال بیش از 100 میلیون دلار و تحت پوشش دیپلماتیک به لبنان منتقل و آن را به حزب الله می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام یک سفر رسمی وارد بریتانیا شد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در فرودگاه استنستد به استقبال او رفت. وی و همسرش ملانیا ترامپ امشب در ضیافتی رسمی در کاخ باکینگهام میهمان ملکه الیزابت دوم خواهند بود.